فاطمه معتمدآریا با نام اصلی سیمین بازیگر پرتوان سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که متولد 7 آبان 1140 در تهران می باشد. او دانش آموخته رشته بازیگری از دانشسرای هنر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. وی مسلط به زبان انگلیسی، آذری و فرانسوی است و با آشنایی و توانایی صحبت به بسیاری از گویش‌های محلی مسلط به ایفای نقش در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون پرداخته است. فاطمه معتمدآریا از همان دوران کودکی در خانواده هنر دوست که عشق و علاقه به هنر عمیق و ریشه‌ای بود بزرگ شد. این ذوق و شوق و علاقه با تشویق و حمایت در وجود او نیز ریشه دواند و او را به سمت هنر راهنمون کرد و به گفته خودش تولدش با فرهنگ و هنر عجین بوده است. ضمن گذراندن تحصیلات مقدماتیش از همان دوران کودکی در 9 سالگی به تشویق مادرش در کلاس‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که یکی از مهمترین و بزرگترین رسانه‌های آموزشی به حساب می‌آمد شرکت کرد. مجموع فعالیت‌هایش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان او را به سوی کارهای فرهنگی و هنری سوق داد که در نهایت به سوی بازیگری تئاتر و هنرهای نمایشی کشیده شد. در سال 1353 در 13 سالگی به سمت هنر نمایش و تجربه تئاتر حرفه‌ای سوق پیدا کرد و کارش را در اوایل جوانی آغاز کرد. فاطمه معتمدآریا در نمایش‌های صحنه‌ای کانون فعالان شرکت می‌کرد و به اجرای نمایشات عروسکی و تئاتری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور می‌پرداخت. او که به بازیگری علاقمند شده بود در سال 1354 با جدیت تصمیم گرفت که وارد دنیای بازیگری شود و بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در 15 سالگی در سال 1355 قبل از انقلاب 57 ایران به عنوان هنرجوی هنر وارد دانشسرای هنر تهران شد. با ورود به دانشسرای هنر او علاوه بر فعالیت با دانشجویان دانشسرا وارد گروه تئاتر دانشجویی دانشکده هنرهای زیبا شد و همزمان با آنها نیز همکاری کرد. بعد از انقلاب 57 ایران و تعطیلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اجرای آخرین نمایش او به نام یک جفت کفش برای زهرا در 18 سالگی در سال 1358 از دانشسرای هنر در رشته بازیگری فارغ التحصیل شد و از اخذ مدرک او فعالیت حرفه‌ایش را در تلویزیون با عروسک گردانی و صدا پیشگی سریال تلویزیونی مدرسه موشا در سال 1160 در 20 سالگی آغاز کرد و در سال 1162 مجموعه تلویزیونی محله بروبیا و در دیگر کارهای عروسکی تلویزیونی شرکت کرد. همکاری او با گروه تئاتر دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و صدا و سیما در زمینه تئاتر زنده و عروسکی از سوابق هنری او به حساب می آید. فاطمه معتمدآریا که زندگی هنریش را با تئاتر آغاز کرده بود، علاوه بر تئاتر عروسکی در تئاترهای تلویزیونی نیز به عنوان بازیگر به ایفای نقش می پرداخت. او با گروه عروسک گردانان سریال مدرسه موشها در فیلم شهر موشها نیز شرکت کرد و به عنوان عروسک گردان در سال 1164 وارد دنیای سینما شد. سپس برای اولین بار با بازی در فیلم جدار به کارگردانی محمد علی سجادی مقابل دوربین سینما قرار گرفت و توانست خود را در دنیای سینما نیز به خوبی مطرح کند و از سال 1165 تا به امروز همچنان در فیلم‌های بسیاری بازی داشته است. فاطمه معتمدآریا از سال 1364 تا 1399 در بیش از 60 فیلم سینمایی و از سال 1169 تا 1188 5 سریال تلویزیونی و از سال 1160 تا 1166 با بیش از 5 مجموعه عروسکی در تلویزیون فعالیت داشته است. همچنین او از سال 1154 تا 1398 با بیش از 16 نمایش به روی صحنه تئاتر به ایفای نقش پرداخته است. بازی‌های درخشان فاطمه معتمدآریا در چند فیلم سینمایی منجر به حضور او در سال 1169 در اولین سریال تلویزیونی در سمت بازیگر شد و با سریال گل پامچار در مقابل دوربین تلویزیونی قرار گرفت و توانست در سریال‌های تلویزیونی نیز توان بازیگری خود را به نمایش گذاشته و خوش بدرخشد. از نقش‌آفرینی‌های محبوب و ماندگارش کارهایی است که در کنار حمید جبلی و ایرج طهماسب انجام داده است. وی به همراه این دو بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون از موفق‌ترین گروه‌های هنری در سینمای ایران به شمار می‌آیند. رویکرد سیاسی و فرهنگی و به بهانه‌ها و دلایل مختلف برای زندگی هنری فاطمه معتمدآریا ممنوع تصویری، ممنوع کاری و ممنوع خروجی به بار آورد. حتی در سال 1176 به مدت 8 ماه به فرانسه مهاجرت
مهاجرت کرد اما مجدداً به ایران بازگشت. او در سال 1188 ممنوع تصویر شد و او را فتنه‌گر خواندند. در سال 1189 بدون حجاب در جشنواره کن حاضر شد که با حمله رسانه‌ها و دیگران ممنوع کاری او باقی ماند و در سال 1190 به دلیل برخی فعالیت‌های حمایتی به دادگاه احضار شد و به دلایل دیگر ممنوعیت او تا سال 1392 تمدید شد. به تدریج با کسب پروانه اکران فیلم‌های توقیفی مانند قصه ها و فیلم پریناز در جشنواره فیلم فجر تهران توانست به تدریج به دنیای بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون برگردد. کارنامه هنری فاطمه معتمدآریا بسیار پربار و مملو از جوایز بیشمار داخلی و خارجی است که بسیار ستودنی است که با داوری‌های متعدد در جشنواره‌های داخلی و خارجی همراه بوده است. به در کنار فعالیت‌های هنری یک فعال اجتماعی و خیر مردمی نیز شناخته می‌شود. انجمن ملی روان پزشکان ایران ایشان را سفیر سلامت روان ایران معرفی کردند. همچنین او به عنوان اولین زن عضو هیئت مدیره خانه سینما و انجمن سنفی بازیگران محسوب می شود. فاطمه معتمدآریا یکی از بازیگران محبوب و سرشناس و یکی از هنرمندان بین المللی سینما ایران است که نقش آفرینی های او بارها تحسین جشنواره های داخلی و خارجی را به همراه داشته است و به دلیل ایفای نقش های برجسته در فیلم ها و سریال ها همواره مورد توجه علاقمندان و منتقدان سینما قرار گرفته است. او بازیگری صاحب نام در عرصه بین المللی و یکی از چهره های شناخته شده دنیای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است.